در پی اهانت و حدک حرمت به مقام شریف مرجعیت شیعه در شهر مقدس قوم توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ایران شیعان در سراسر جهان این اقدام حکومت ایران را محکوم کردند. مردم شهرهای مختلف در سراسر جهان با برگزاری تجمعهای مسالمت آمیز در برابر سفارت ایران، در کشورهای مختلف این اقدام حکومت ایران را محکوم و خواستار آزادی آیت الله سید حسین شیرازی شدند کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا، هند، افغانستان، کویت و شهرهای بغداد، کربلا و بصره در کشور عراق شاهد تجمعهای اعتراضی در برابر سفارتهای ایران بودند. مؤسسات بین المللی همچون سازمان جهانی دیدبان حقوق شییان، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده و مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم در بیانی های جداگانه این اقدام ایران را مخالف قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته و آن را بی شمردن حقوق میلیون ها مسلمان شیعه در سرتاسر سر جهان معرفی کردند و خواستار آزادی هرچه سریعتر فرزند مرجعیت شیعه شدند. همچنین شیوخ عشایر مختلف عراق همچون سادات الجوابر، سادات الحیادر، سادات الشرع، سادات آل نصر الله، السوائد، السواله، آل عیاش، الاکایشیین، سادات الامیال با برگزاری تجمعهایی در مراکز و دیوانیه های عشایر خود همبستگی خود را با مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله عظما سید صادق شیرازی اعلام داشته و حد که حرمت ایشان و دستگیری فرزند معظم الله را محکوم کردند طلاب حوزه های علمیه قوم با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ایران ضمن محکومیت این اقدامات خواستار آزادی آیت الله سید حسین شیرازی شدند مراکز استامی و حسینی ها و مؤسسات فرهنگی و دینی و حیات حسینی و مقلدین و دوستداران آیت الله عزما شیرازی در و نقاط جهان نیز اقدامات خصمانه ایران را محکوم کردند مؤسسه جهانی سید الشهداء کویت مؤسسه تحقیقاتی المجتبای لبنان انجمن علمای دینی لندن مرکز ارادتمندان مرجعیت بغداد هیئت فاطمیه آلمان هیئت خدام ام الحسن شهید سوئد حسینیه رسول اعظم لندن مسجد و حسینیه آل یاسین در سیدنی استرالیا از جمله مؤسسات و حسینیاهایی هستند که اقدامات اخیر ایران در حد که حرمت مرجعیت را محکوم کردند گفتنی وکلا و نمایندگان مرجعیت شیعه و مقلدین ایشان نیز در کشورهای مختلف مانند بحرین، ایرلند جنوبی، دانمارک، استرالیا، یمن، عربستان، اندونزی، انگلستان، کویت، عراق، ایران، افغانستان، هند، ماداگاسکار، کانادا و دیگر نقاط دنیا نیز با ابراز تأسف از اقدام حتاکانه حکومت ایران آن را محکوم کرده و آزادی بی و شرط آیت الله سید حسین شیرازی را خواستار شدند.